بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه. با دومین گزارش ما به گونه زنده خوش آمدین. کوشش بکنین لکبک وقتر بخزین، هرچند که خو ای وقت سال یک ذره یک شیرین می باشه، یک ذره یک آدم تو تنبل میشه، دل آدم نمیشه که آدم از خو بخزه. مونتا شما کوشش بکنین بسم الله گفته براین. پروردگارم بینا است، اگه یک چهار پا تا بالا بگیرتان آمد بازم خوب، اگه نه که نامد صبر خدا کده. و تا اینم امروز که دست چپ و راست ما میشناسم، خداوند هیچ کس را بیروزی نمانده و یک لقمه تر خوش از یک جای پیدا شده که امو سه وقت روزگارش بچله. به هر صورت ما اینمی علی سرک نو چهل ستون هستم. ما که اینجا میایم همیشه اینمی سر فلکه را میبینم که اینجا یک تعداد رفیقا و وطندارا میان به خاطر کار. اما برای من جالب است که این ساعت 10 بجه صبح میشه، اما هنوز هم اینجا بعضی کسا را میبینم که هستن به خاطر از اینکه کسی بیای و در کار ببرشون. نام خدا تعداد زیاد است، از همی اکثر شروع کنیم. صبح بخیر. سلام علیکم. صحت خوب است؟ شکر الحمدلله. جانک جور است؟ تشکر. سلامت باشی. ابی نام تخو بگو بر ما. یونس محمدی هستم، یک تن از باشنده های همین نوعه هفتم و سال آباد. بگ شکر است. یونس جان. چه خوب یک نام داری. قربان شما. سلامت باشی. بسیار یک نام خوب است. زنده باشی. بله. کتابی است؟ همون کسی که در شکم مایی. شکم مایی. نجات پیدا کرد. زنده ما. زنده ما. یعنی او که در اونجا روزیش اولا میشه دیگه. خب ما چرا خب بنالیم از ما، خب میشه و میشه دیگه. طبیعی است دیگه. اولا گذشته دیگه قبخت که اینجا سفراندیم بودیم، بازم خدا مهربان است. بشکت است. بله. یونس جان. جان. اول به من ایره بگو که چه وقت از دمی سر فلکه میایی دمی سر که ناو چلستم؟ ولی تو بگویم که سالان زیانه میشه دیگه. من هم یه جا میایم، هم میرم ایران. تو فکر کالی هم یک دونیم ما میشه که من از ایران آمدم. خب تازه پس آمدی؟ آه پس آمدی. چه وقت ایران بودی؟ سه سال بودم. همی طالبا که نم آمده بود یک سه چهار ماه یاش بود که من رفتم ایران و حال برگشتم. دیگه باز که میاییم کاروبار ما دمی چوک هست دیگه، میاییم اینمی جای ساد میشیم. ولی از باور میکنید همین دو نیم ماهی که آمدیم ممکن است من در روز کار کرده باشم. دیگر روزایی از هفته پور از اینمیجا پس میریم خانه. اونا وسایل های کار ما از همه چی وسایل های کار هم در بایسکل هست ها؟ داد در بایسکل چرخی ها رو میاریم، ولی کسی نمیبرند دیگر در کار. مردم میبینم یا اقتصادشان ضعیف و هیچ کسی بدر دیگر مثل سابق نیست. خلاصه بگویم حال در اوجه که بودی در ایران کار اوجا پیدا میشد؟ آه اوجا کار خوب بود. چی بود که مثلا کار در اوجا چی بود؟ کار به هر طبقه بود. از ما کار ما همی سنگکاری و کاشکاری بود، رنگمالی هم انجام میدادم، ولی کار فوقلاده خوب بود. خب منتها یک اذیت میکنند دیگه به خاطر که میکشیدن ماجرین ایام. دمی کشیدن کشیدن آمدید؟ آه دیگه من دمی آمدم. هیچ کس را نمیمانه؟ نه دیگه اوجا بسیار وضعیتش خراب شده. اومدم این صفحات اجتماعی دیدم گفتن این همی نانوایی ها را بند کرده بودن به خاطر افغانان نان نمیدادن. همی راست بود؟ ولی او وقتی که من بودم نه تو چیزی را من ندیدم دیگه. خب من تو مردم شک همه که اعتراض میکرد، چون همشهری های ما میان فکر کو که ایرانی ها یک تان اون اگر بخنن و میان ده تا میبرن، چون تعدادشان دو اتاق زیاد است دیگه، ده تا کارگر است. باز بر سه وقتشان هم نان میبرن، حداقل دو وقتش شب و چهارشش خود تعداد نانشان زیاد میشه و اعتراض میکنن. دمی جا دمی یک ماه چند دفعه در کار رفتی؟ دمی یک ماه برات بگم چهار روز من در کار رفت بودم. او هم جاهای مختلفه، یک جای نبودم در کار. چهار دفعه در کار رفت؟ بله چهار دفعه. در چهار دفعه چقدر پیسه به دست آوردی؟ دو نیم هزار شد بگویم برات، چیزی کم سه هزار. در یک ماه؟ آه دیگه آید زیادی نیست. چی بگویم دو نیم هزار به کجا میرسه؟ من خب به خیلی ایران ماندم هم یاد دیگه. اصلا شما سنجش کنید که را چی کنیم؟ بله بر قصب هست مرسی کاریگری حالا میره بیادر. ما رنگ مال هستم فکر که نمی قانونی یک وقت ما 700 800 روز مست که میف کار میکدم. حالا یک من ایک نی بیادر هم استاد هست بیاد بگر بیادر ایم اتاقه که 300 میتوم و علاقه بونش که پیش ما بیای خطا نمیتش میگه بیا گم که 300 بده که دو سه هفته به کار بشم 300 هم قلیمات میرونی. تو پخته رنگ مال هستی؟ کلا کی پخته است؟ ما دلیم چای و کلون شده ما بدل یک سرکه بود دمی یک سرکه ما میشه بالای 20 سال شده می چوری سرکه نبستم دیگه. اول یک رنگ مال چند میتن که میبرن؟ یک رنگ مال اول که ببره بعد 300
دو نیم ساعت یک اتاق بالا ظلمش گفته یک آنده گوام چانسی کنم آدم نیک بیا که یک پاینسدی با دل خود بگم میتمد پاینسد پش نیم ولی یک دو کنی کدش میری بابا قربان سرت بابا جا قربانت خوشحال شده ممی صدای خودت تشویده بیادر واقع بی چایو که سرکنم امرو سر ما خوشحال ساخته نگه خدا میرمون است دمی لبایت باشم قربانت توکل به الله بیادر اینمی جا اصل نگه توکل به خدا میم باز روز اگاه کنیم هرچی کار برابر شد شکر گفتم میریم بابا قربانت آله سابق چند میداد یک رنگ مالا کال مثلا سی سن سابق بیادرم اینو گفتن همونه ولی اگه تو اگه که تو می چار سن میرفتی یک هزار بدل خود میدادد قایم بیخی که هیچ نمیدادد باز خوبی چی بود که در یک هفته ظلمش دو روز در چوک بیکار می بودی چهار پنج روزش در کار بودی حالا کمک والا کارا کم شده دیگه ضعیف شده بله. از اون رنگ مالای خو نیستی که دسته قطی رنگ یک قطیش چپه میکنن والا از دیگه هر نموده مزال پیش ما اینا فکر کن که یک نفر می آیم مزال یک جای طور ضرورت میشه شاگرد میبریم پیش ما کار میکنن باز این مثال به شما کار میکنه میبریمش بدر یک باگوری کنه میم کارم یاد بگیره دیگرم دو روز نمیشه خلیفه گری میگره ناگفتن همون دور از کسپی ها و سازای ما باشه لورو برس میاره چهار تا رنگ مال دیگرم خراب میکنه از ما از پدر کسپ هست 20 سال از گفتم من همیشه هستم همیشه دوکان قندوری صاحب هست همه ایدریس نام از کل سرک نه اومش هست فضی از خدا مشتری ها هست جان گل گپی هست که من یک شوخی پیشتر کردم گفتم دسته قطی رنگ یک قطی رو چپه میکنن خو این همین رنگ مالای نو که آمد این شما را کار تا زیر سوال بود ما تا دو لکارم ولی زیر دستم بود بالاترین کارا بالای دو لکارم بود روزگار بود ولی خوب صحیح همه تا خرچ میکردم خونه سودا میبردم چی بود کار بود بعد اون یک اتاق کونه را ولی مزدیم نفر بردیم گفته خلیفه سه منزل کار در تایمانی سه شاید صحیح بشیر آقا صدای مرا ولی بشنوه سلام ترامات ما برسه برش جاسو خونه خودش در این ویسل آباد است از سید انور آقا از بیادرش سرک دای تایمنی است ولی یک اتاق کار کرده مردم یک اتاق کار ملیه برده کار میکشه ولی اون روزگار خرام تا کار نام خدا کار میکنه از سخن کده تو بر چیز باشه ما بیادر جواب هستی بابا چیز که از پدر کس بود بابا گلو سازا و ماشالله میره سابقه داره است کاکایم صبح بخیر صبح بخیر جانک جور است بخیر هستی خیر ببینی اون عبادت و تخمه کنی اگه در کار رفتی نرفتی عبادت خواهد؟ آه دیگه ذکر خدا را خود میکنی قربان چند بجه صبح آمدی در سر فلکه؟ پنج بجه میه پنج بجه صبح؟ آه اما نماز اک خواندی آمدی؟ اما نماز اک میخوانی با جماعت باز میم فلکه دیگه خب از پنج بجه صبح تا بال کس پیدا نشد در کار ببره؟ والا کاروبار نیست دیگه چی ببره ما را چی کمی کل چیزی رک مالا هستن یعنی میجه داد وازا نپردم سر کنه ما میشینیم کله ما هم تو شش تاسیم چی کار بلد هستی اما کار گشکاری رنگ مالی گشکار هر چیز کار بلد همین هر کار یاد داری مگم کس نیست که میتوره بابا چیز رنگ مالی کله شب بلد هستی باز جدا از رنگ مالی تو دیگه اگان کارهایی که مثلا باربری باشه چیز او رو چند میتن باربری دیگه باربری کجا اصلا باربری که برای میجه باربری هم بیچاره میگردن اون در پدر یک یک جای را بگو بکن بیل بزن کلا آ کارگری کلنگ بزن بیل باشه اونجا میرم ده 300 400 هم پداش هم میرم 300 400 آ پداش هم میرم حالا این کسایی که کار ساختمانی میکنه کار میکنه چی میشه کمی 200 300 1000 بوتا با مو خو معلوم نمیشه میشه نه نمیتن کس نمیتن نمیتن همیجا میرم مال میگه چند بدیم تر بیکار هستیم میگم مقصد میدان واس کنه که چند بگه که ما بریم کتیش انتظار همی هستی که چند پوگه بریم رنگ مالان در کاریگری میره کانور نفر بریم 800 والا 1000 800 میگرفتیم مالی که 300 400 هم پوگه میگم میرم یک اتاق رنگ میکنیم بدل مقصد اما روز خرج روزانه خرج خانه بره یعنی که کل خرج و خراجات ایال هم سر خودت ایال سر خودم هست خانه کرایز بایی معلوم است خانه کرایز خودم یک آدم هستم خیلی ای که کار پیدا نشه خیلی روز روزگار چه رقم میگه ماید خدا را گرفتیم ششتیم نیچی کنیم چای صبح خورده؟ والا چای صبح خو ما خدا رو شکر خوردیم بابا اندی والا کلش که صبح کی می اینه میجه چای که می خورن بابا اگه توکل به خدا هستن چای صبح خورده ما نخوردیم هر کس چای صبح نخورده اینه امروز که ما اینه مهمان است کی نخورده به هر کس که نخورده اگه چای خالی خورد چای نخورده نو ساز خدمت تو هست بابا استاد مهمان ما مردم ما ایره چای صبح بدیم خیر است بیچارگی یعنی گپی است که ما تو اگه نظرم دل مخ کلانه دل مخ کلانه بابا دل آقای سمون چی همیشه است میتونی مهمون ما رو باشی بدل آقا دیگه کلا گیره چای میتا وای نمی آدم نمی شه خیر وقت کی چای نخورده میشه که تو مهمون بدر کی چای نخورده کلا کی خورده والا مرا یک دخانه چای نمیتا ماشاءالله با چای جا چای میتا فکر کنم خوب است چای میتا نتون دخانه مرا والا که دم خانه هم چای بده والا باشه نباشید این بابا دل آقا چای میخوره میگه مر وقت کار کرده میگه چوب خطی حساب میکنه والا خیر نشو بس دیگه اگه پیسه بود میگیره اگه نبود میگه باشه هر وقت کار کرده با پیسه
سخی کجاست؟ سخی بیا. بیا تو سخی جان. سخی مگه چای نخورده؟ این حالا صحبت بخیر سخی جان. حال تو اگه نیست سخی هم هستی. بله بله سخی سم خوب هستی جان اگه جور است بخیر هستی. تا میگن میگن دیگ دیگ سخی. دیگ دیگ سخی. منطقه منطقه سخی. یعنی که دایی جب بیایی دیگه گشنا و گشنا و تشنا باشی به نصیب نمیمونی. نه نه عمل چای نان کنی در خدمت است. آقا چای هم دادم میتونیم نانم امشال الحمدلله او بدر هر کدام تون که چای نیفته پیش سخی بره امشال کلش نیفته پیش خلیفا سخی او بزور خدا کلش میاد گرده سخی نه رقم تو رنگ و رنگ پر با فکرم که دایی ما خوب رفتی در کار والا دمی ما خود اگر کمتون بدر اگر رنگ مولی نیدیم گلکاری ها میزنیم خدا از یک چیز شوا یک چیز شوا مزدور کاری با مولی نمیزنی خدا رنگ مولی ها نیست نیست رنگ مولی ها کمچین است فعلا کمچین است ام فعلا پخته کار چی است فعلا پخته مزدور کاری است اما گلکار هم از 300 300 300 بالا کس نمیده حالا چی کنیم چی شوه بالاخره بالاخره هم شالا نگه یک کاروبار پیدا شوه یک غریبی برای بدر یک کاروبار پروژه شده شوه گپت سعیز گپت سعیز بجای است انشالله که بخیر امارت اسلامی هم بسیار پلانا داره انشالله اونمورا که بخیر پیاده کنه دیگه بسیار برای مردم ما زمینه کار مساعد میشه این روشنی ها از تا جایی که من خبر دارم توکل کل ما پروردگار با پروردگار بشه دیگه این حال همه دوست تا بلند که از ما و شما خود دیگه چیز نیست یک دعا میکنیم لذت متعال نگه در وطن ما آرامی آمده یک کاروبار غریبی برای دیگه دیگه دید کنم مشکل دیگه نیست یک همی کاروبار رسک روزی پیدا شد به مردم یک لقمنان بخیر باشی من بسیار خوش شدم از دیدنتان صرف خاطر خبر شما امروز آمده گفتم خبرتان بگیرم این حال گپایتان اونو بزرگام شنیدن حتما این سوال اگر نشه یک ماه بعد میشه دو ماه بعد میشه یک چیز خوب بالاخره میشه انشاءالله خدا مهربان است یک کاروبار مبره فابریکا فعال شوه که یک ذره کی سوسو مردم ما برند کار دل ما شما هم جمع شه امید شست انشاءالله میشه تشکر سخی جان خوش باشی تشکر باشی عزت باشی خدا حافظ خیر بدی برادر با عزت باشه خدا بسیار تشکر اینم وقت ما تمام است یک خدافظی میکنم اومد خدمت است مگر که به گفتن از بگویم بخیر سلامت باش تشکر خوش شدم خدا میدونه سلامت باشی با عزت باشی قربان سرت قربان سرت بیا قربانه قربان سرت با عزت باشی تشکر از شما که بیننده گزارش شما بودین فرصت ما تمام است همکارا میگه بیا به طرف استودیوی صبح زندگی چوچگک ها میجا آمده شما و داخل استودیو با همکاره